بیننده برنامه تلویزیون کانال جدید هستید. برنامه گفتگو رو میبینید از تلویزیون کانال جدید. من سیما بهاری و همکارم آراد علیزاده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اگر به دنیای مهاجرت و به دنیای پناهندگی سری بزنیم و نگاهی بیاندازیم، دنیای خیلی زیبایی نیست. دنیایی هست که افراد زیادی به خاطر پیدا کردن جایی برای زندگی، جای امنی برای زندگی، برای زندگی بهتر، تلاش برای پیدا کردن یک جایی برای زندگی بهتر، دائما در حال تلاشن و با بیرحمی با درهای بسته معمولا مواجه میشن. تصاویری که در رسانه‌های مختلف میبینیم تصاویر خیلی غم‌انگیزی هستند، تصاویری هستند که نشان از غرق شدن قایق‌ها توی دریاها و اقیانوس‌ها میده، نشون از اردوگاه‌هایی میده که زن و بچه و بزرگ و کوچیک توی کمترین امکانات دارن زندگی میکنن. ولی آیا این همه تصویر هست؟ آیا تلاشی برای به رسمیت شناخته شدن این حق انسانی انسان‌ها هست؟ آیا افراد و یا جریاناتی هستند که از این حقوق دفاع می کنند و پای این دفاع وایسادند؟ بهتره بگم آیا انسانیت زنده است؟ در کنگره 12 حزب کمونیست کارگری که در ماه دسامبر برگزار شد، قراری به تصویب رسید در حمایت از حق پناهندگی. این قرار توسط جلیل جلیلی و عبدالله اسدی به کنگره پیشنهاد شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. در برنامه امروز همراه میشیم با جلیل جلیلی و عبدالله اسدی تا در همین زمینه گفتگویی داشته باشیم. سلام میکنم به مهمانان عزیز برنامه، عبدالله اسدی و جلیل جلیلی. من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. خب شروع میکنیم صحبتمون رو، از عبدالله اسدی شروع میکنم. با توجه به اینکه شما سالهای زیادی از عمرتون رو و فعالیت سیاسیتون رو در رابطه با حقوق پناهندگی و مبارزه برای حقوق پناهندگی گذروندین، شأن نزول این قرار به خصوص وقتی از جانب خود شما مطرح میشه چی هستن؟ به چه دلیله؟ مایک شما بساس عبدالله اسدی. ببخشید، مقدمه ای که شما گفتید راستش خب بیانگر همین هست که بیانگر شأن نزول همین قرار هست که در کنگره حزب کمونیست کارگری ایران به تصویب رسید. اینکه موقعیت جهانی، موقعیت منطقه‌ای، پناهندگان، پناهجویان، مهاجران، کسانی که به خاطر شرایط جنگی، به خاطر ناامنی، به خاطر هزار مصیبت اجتماعی فرار میکنن، با گرفتار میشن، دسترسی به امکانات ندارن، دسترسی به قضا ندارن، دسترسی به اماکن گرم ندارن، دسترسی به اجازه اقامت ندارن، دسترسی به مدرسه ندارن، در بدترین شرایط زندگی میکنن. خب چنین قراری معنی پیدا میکنه که بالاخره توی کنگره حزب سیاسی این مسئله دیده میشه، این شرایط، این موقعیتی که پناهجویان توش قرار گرفتن دیده میشه و روی مبارزه برای حق پناهندگی تاکید میشه و به درست تاکید میشه و بالاخره این مبارزه رو یه جورایی شعله‌ور نگهداری، این مقاومت، این مبارزه برای بهترین زندگی برای پناهجویان باید شعله‌ور نگه داشته بشه. باید آدم‌ها، سازمان‌ها، نهادهایی وجود داشته باشه که این مبارزه رو نذارن مثلا بخوابه، چون این مبارزه دولت‌ها دارن تلاش می‌کنن که اون چیزی که تا حال حق پناهندگی بوده یا به رسمیت شناختن پناهندگان بوده، امروز دیگه هر جایی که میخوای بری سر بکشی میگه دیگه این حق تموم شده، دیگه ما هم
لبریز شدیم، دیگه امکان اینکه پناهنده رو بپذیریم نداریم. دیگه همین که ما شاهد بودیم توی همین 6 ماه گذشته در بلاروس 4500 پناهجو پشت درهای بسته لهستان و جمهوری چک و بلاروس موندن، خیلیشون مردن، خیلیشون هم به کشورهای خودشون برگشتن، خیلیشون هم هنوز اونجا موندن و راه بهشون نمیدن وارد بشن. هر جای دیگه جهان سربزنی همین شرایط وجود داره. به همین اعتبار این قرار خیلی مهمی بود که در کنگره حزب کنسگرگری به تصویب رسید. بله، خب جلیل جلیلی، با توجه به اینکه این قرار با اتفاق آرا به تصویب رسید و خب شأن نزولش رو عبدالله اسدی توضیح دادن، شما فکر میکنید که تصویب شدن این قرار چه تعهد معینی رو رودش شما میذاره؟ تصویب این قرار تو کنگره حزب، اعضای حزب و نظر اعضای حزب و خود حزب و جامعه را به این مسئله دوباره جلب میکنه، متوجهشون میکنه که مسئله پناهندگی واقعا یک مسئله حاد جهانی هستش. همونطور که عبدالاسدی هم گفت، وقتی نگاه میکنی امروز هزاران نفر، ده ها هزار نفر، میلیون ها نفر آواره از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، به خاطر جنگ هایی که هستش اونجا، جنگ های نیابتی، به خاطر دخالت مذهب تو زندگی خصوصیشون، به خاطر فقر و بدبختی و بیکاری و نداری، و به خاطر اصلا زندگیشون به جهنم تبدیل شده، آواره هستن، عزیزانشون رو ول میکنن، به دنبال جای امن میگردن. این قرار، تصویب قرار تو کنگره حزب، حزب و یک بار دیگه توجهش رو و از این طریق، از طریق کنگره حزب که هزاران نفر، ده ها هزار نفر اونو تو ایران میدیدن و تو جهان پخش میشه، تو مدیای اجتماعی مصوبات این کنگره، نظرات عمومی را، انظار عمومی را جلب بکنه، متوجه این مسئله حاد جهانی بکنه و بگه که باید به این مسئله فکر کرد و راه حلی پیدا کرد. و راه حل ما اینه که جهان مال انسان‌هایی است که تو جهان زندگی می‌کنن، باید دنیای آفرید، جهانی ساخت که آدم‌ها توش مرزی وجود نداشته باشه، آزاد باشن و حق داشته باشن به یه جای امن مهاجرت بکنن، توش زندگی بکنن. و اعضای حزب به تلاش‌های بیشتر و همکاری بیشتر با فدراسیون بین‌المللی، فدراسیون پناهندگان ایرانی که عبدالله اسدی گردانندی اون هستش، مسئولش هستش، جلب میکنه که بیشتر همکاری بکنه. این تعهد در مقابل حزب میذاره، تصویب این قرار. بله، خب عبدالله اسدی، جلیل جلیلی اشاره کرد به فدراسیون پناهندگان و من میدونم که سال هاست شما در رأس این فدراسیون در حال تلاش هستین. شاید خیلی از افراد که الان چهره شما رو میبینن تداعی بشه براشون با امنیت، با تلاش برای جا افتادن این امنیت. خب این قرار بالاخره به تصویب رسیده، آیا باعث میشه فرم تاکنونی کار شما تغییر بکنه یا چه تغییری ایجاد میشه بعد از این قرار؟ نه، این به این معنا نیست. درک من اینجوری نیست که گویا این قرار مثلا تصویب شده آدم فرم کار ما، روش کار ما، سبک کار ما، نحوه دیدگاه ما نسبت به مسئله پناهندگی یه جور دیگه میشه. نه، هیچ تغییری نمی کنه. منتها این قرار همینجوری که گفتم تأکیدی هست برای این مبارزه، اینکه حزب کمونیست کارگری خب نقش خیلی مهمی داشته در سرنوشت پناهندگان، با همین که فدراسیون و مثلا زمانی دست اندر کارش بوده، چنین سازمانی رو برای دفاع از حقوق پناهندگی ساخته و بالاخره کادر زیادی توی این سازمان وجود دارن، فعالیت میکنن، شب و روزشون رو میذارن و بالاخره این مسئله اهمیت پیدا میکنه. اینکه ما فقط میتونیم که کاری که باید انجام بدیم این هست که با این شرایطی که وجود داره، با این موقعیتی که پناهجویان درش قرار دارن مقابله بکنه، بتونه مثلا کمپینای خوب و
تاثیرگذاری مثلا سازماندهی بکنه، نامه های زیادی به مراجع ذی‌صلاح بنویسه، بتونه سازمان مشاوره خوبی داشته باشه برای پناهندگان، چرای راهنمای پناهجویان به جامعه جدید باشه. هر جا گروهی از پناهجویان گیر میفتن، گیر مرزها، دولتها، پلیس میفتن، بتونن به کمکشون بشتابن، بالاخره توجه جهانی رو به مسئله پناهندگی جلب بکنن. این امر مبارزه رو نذاره مثلا رکود پیدا بکنه، نذاره که مثلا نادیده گرفته بشه، نذاره مثلا به فراموشی سپرده بشه. این مسئله مهمی هست الان، ولی متاسفانه الان تا دنیا که نگاه میکنی بسیاری از همین سازمان ها و نهادهایی که تا دیروز در دفاع از حقوق پناهندگی کاری میکردن الان خیلی 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 زیاد فعالیتشون کاهش پیدا کرده. اونم به خاطر این هستش که شرایط اینقدر سخت شده دیگه اینا هر کاری هم میکنن نمیتونن روی دولتی که روی مثلا ده ها سازمان مدافع حقوق پناهندگی در سوئد وجود داره، ولی اینقدر یورش مقابله احزاب قدرتمند دولتی در مقابل این سیاست های پناهندگی وجود داره خیلی رو به سکوت وادار کرده. ما میخواییم کاری بکنیم که این سکوت ها رو بشکنیم، این مبارزه رو دوباره شعله ور کنیم، این جنبش مدافع حقوق پناهندگی رو بپا کنیم هر جایی که هستیم و نذاریم بالاخره این مسئله پناهندگی به راحتی و فراموشی سپرده بشه. به این دلیل که ما همین الان که نگاه میکنی به ترکیه، نگاه میکنی به بلاروس، نگاه میکنی به یونان، نگاه میکنی به تا اون سر مرز اردن و لبنان و اینا، همش پناهنده هست، همش در چادر و خیمه زندگی میکنن، حتی آب آشامیدنی هم بهشون نمیرسه. سازمان ملل هم از هر زمانی خودشو در مقابل این وضعیت بیوظیفه تر میکنه به دلیل اینکه دولت ها نمیپذیرن. اینا مسائلی هم که ما میخوایم در دل این وضعیت این مبارزه رو نگه داریم. بله. خب جلیل جلیلی، شما اشاره کردید، گفتید که در واقع وظایفی رو مقابل اعضای حزب از جمله میذاره. من میخوام بگم که تصویری رو که شما هم عبدالله اسدی از وضعیت پناهندگی میدید قطعا اینجوری نیست که ما نیرویی که روش بهش اتکا میکنیم اعضای حزبن. نیروهای دیگه‌ای که شما فکر میکنید میتونن پیش برنده این اهداف باشن، اهداف این قرار و اهداف فدراسیون باشن، کیا هستن اینا؟ قبل از هر چیز من فکر میکنم پناهندگان خود پناهندگان مهاجرین هستن. پناهندگان مهاجرین قبل از هر چیز لازمه که اینو بدونن و میدونن حتما و اصرار بکنن که ما حق حیات داریم، ما حق داریم تو این دنیا زندگی بکنیم، زندگی آسوده‌ای داشته باشیم، حق داریم نفس بکشیم، حق داریم فضایی داشته باشیم، فضای امنی داشته باشیم تو این جهان، و این حق رو بخوان، متشکل بشه، متحدانه و متشکل. پناهندگان مهاجرین لازم هست که تشکیلات های خودشون ایجاد بکنن یا به تشکیلات هایی که موجود هستش از جمله همین فدراسیون پناهندگان ایرانی بپیوندن و متحدانه و متشکل بخوان که اون کشورهایی که ساکن اونجا هستن یا مهاجرت دارن میکنن حق اینا رو به رسمیت بشناسن، اینا رو قبول بکنن، و از طرف دیگه از سازمانهای حقوق بشر، مدافع حقوق بشر، سازمانهای بین المللی بخوان که از اینها دفاع بکنن و جنایت هایی که در حق پناهندگان میشه یا تلفاتی که در حق پناهندگان میدن در مسیر راهشون، افکار عمومی رو بینا جلب بکنن و بگن که ما حق داریم مثل انسان زندگی بکنیم، متشکل بشن. و همینطور سازمان های بین المللی انتظار بر این هستش که UNHCR انتظار بر این هستش که از پناهندگان بیشتر دفاع بکنه. ما هر کسی که صدای ما رو میشنوه، نه تنها اعضای حزب بلکه هر انسان شرافتمندی، باید این حق رو به رسمیت بشناسه و برای قبولاندن این حق
تو دنیا باید تلاش بکنه، هر کاری از دستش برمیاد. از طریق تماس گرفتن با سازمان‌های بین‌المللی، از طریق ساکنین اروپا میتونن با نمایندگان مجلسشون تماس بگیرن و بگن که این آدم‌هایی که این انسان‌هایی که آواره این طرف اون طرف شدن، تو مرزها پشت سر مرزها میمونن، تو دریاها میمیرن، شما موظف هستین، مسئول هستین که شرایط رو ایجاد بکنین این آدم‌ها جای امنی زندگی بکنن. میخوام بگم که علاوه بر خود پناهندگان، هر انسان شریفی، تمام نهادهای بین المللی باید از حق پناهندگان دفاع بکنن و متحدانه دفاع بکنن و تلاش بیشتری بکنن و تلاشاشون باید گسترش بدن. الان وضعیت واقعا حاد هستش، چنان حاد دستش میبینیم که ده ها هزار نفر پشت مرزها میمونن، تو سرما و گرما میمیرن، از گرسنگی میمیرن، تو دریا میمیرن، پشت کوها میمیرن، قاچاقچی های این را چیز میکنن، لختشون میکنن، اینا بالاخره قربانی این شرایط هستن و این وضعیت باید پایان داده بشه و باید کاهش داده بشه از مشقاتی که روی پناهندگان هستش. بله، اجازه بدیم ببینیم چقدر فرصت باقی مونده از برنامه‌مون. بله بله، فرصت داریم. نکته ای رو که اینجا میخوام مطرح بکنم، با عبدالله اسدی میخوام در میون بذارم. البته اگر روی صحبت‌های عبدالله اسدی یا اضافه بر صحبت‌های عبدالله اسدی جلیل جلیلی هم شما صحبتی دارین، میتونید مطرح بکنید. و اون اینه که به قول هر دوی شما شرایط پناهنده پذیری بسیار دشوار هست و واقعا پناهجویان یک مبارزه بسیار سخت رو دارن پیش میبرن و هر روز دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن با اوضاع احوالی که هست، به خصوص که سازمان ملل و این نیروها به قول عبدالله اسدی خودشون رو خیلی بی‌وظیفه میدونن و کار زیادی انجام نمیدن. توی این شرایط این قرار به تصویب میرسه، به تصویب جریانی که تا کنون در رابطه با مسئله پناهندگی کلی کار و فعالیت کرده، احتیاج نیست دوباره برگردم به عقب. خب چقدر خوشبین هستید به این قرار؟ چقدر فکر میکنید که کارایی داره، میتونه راهگشا باشه و میتونه بالاخره مسئله پناهندگی رو یا مبارزه برای حق پناهندگی رو توی عرصه بهتری قرار بده؟ عبدالاسد شما میتونید شروع کنید. راستش خوب این قرار در کنگره حزب کنسگرگری تصویب میشه، به این معنا خوب دست حزب کنسگرگری رو میبوسه که مثلا چه نقشه ای داره، چه مثلا برنامه ای داره و چگونه میخواد اون مبارزه که ما در موردش صحبت میکنیم خودش چقدر وزن میداره، چقدر وقت میداره، چقدر نیرو میداره، چقدر امکانات اختصاص میده، چقدر اصلا به مشغلش تبدیل میشه، به مشغله اعضا فعالینش تبدیل میشه، چقدر براش برنامه داره مثلا این کارو بکنه. درسته خب بخشی از این کارا رو از طریق خود فدراسیون پیش میبره، ولی خود حزب هم خیلی تعیین کننده هست، خیلی تاثیر داره. به عنوان حزب مستقیما مثلا کمپین بذاره، فعالیتی در دستور کارش بذاره، شاید بعضا یک کمپین مالی مثلا سازمان بده، انواع اقسام کار اینجوری میشه کرد. اینجوری نیست که بالاخره یه حزب سیاسی، درسته یه حزب سیاسی برای انقلاب اجتماعی درست شده، یه سازمان مثل فدراسیون برای دفاع از حقوق پناهندگی درست شده، این همتراز نیستن. منتها میتونه تکمیل کننده باشه، میتونه یک توجه جلب بکنه، امکانات رسانه‌ای داره، امکانات تبلیغی داره، به حال اشکال مختلف مبارزه داره، تا حال هم کم نگذاشته. به هر حال تاکید ما بیشتر برای مبارزه بیشتر هست، برای فعالیت بیشتر هست، برای فکوس هست، برای توجه هست، و اینکه کاری باید صورت بگیره، و اینکه شرایط بسیار بسیار جهنمی اصلا قابل توصیف نیست. اون چیزی که ما میگیم خیلی فراتر از اون چیزی هست که میبینی. یعنی من روزانه با پناهجویان توی گوشه و کنار دنیا دارم حرف میزنم، توی سوریه دارم حرف میزنم، توی لبنان دارم حرف میزنم، توی یونان و ترکیه و خیلی از مرزهای افغانستان و ایران و پاکستان و تاجیکستان دارم حرف میزنم. نمیتونی شب بخوابی، گریه آدم ها تو گوشت مرتب میپیچه. بدترین زندگی رو به پناهندگان، به بسیاری انسان های آواره تحمیل کردن. همین امروز صبح سازمان ملل گفته که
ما از جامعه جهانی میخوایم 5 میلیارد دلار جمع آوری بشه برای 22 میلیون افغانستانی که میره که در سال جدید یعنی توی این سال 2022 از گرسنگی بمیرن. یعنی شرایط اینجوریه، یعنی میگه که شرایط اینجوریه که میگه گرسنه میمیرن، یعنی میگه میلیونه کودک میمیرن. بله. اگر این کمک ها به فوری جمع نشه. بله. به هر حال ما داریم همچین شرایطی رو داریم توصیف میکنیم که برای این شرایط یه مبارزه عظیم اجتماعی جهانی منطقه‌ای لازم هست که بتونه واقعا رسیدگی بکنه به این اوضاع. بله. خب جلیل جلیلی اگه شما صحبتی دارید روی این نکات میتونید حرف بزنید، و به اضافه اینکه اقداماتی که میتونه تو دستورتون قرار بگیره به اینم بپردازید، فکر میکنم دیگه پایان صحبتمون خواهد بود. بفرد. من میخوام اضافه بکنم که خود قرار خب یه صفحه کاغذ هستش، خود قرار کاری نمیتونه بکنه. منطقه اهمیتش اینجاست که وقتی توی کنگره حزبی که 350 نفر حضور دارن اونجا و هزاران نفر از طریق مدیای اجتماعی میشنون اون بحثا را گوش میکنن و با پخش این کنگره، جلسات این کنگره تو دنیا هزاران نفر، ده ها هزار نفر متوجه این مسئله میشن، طرح این مسئله پناهندگی تو همچین کنگره اهمیت جهانی پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه، انظار عمومی را، افکار عمومی را یک بار دیگه متوجه این مسئله حاد جهانی میکنه و به فکر شما وامی داره. اون چی که تو دستور ما میذاره که ما به نظر من حزب کمونیست کارگری باید انرژی بیشتری، تا به حال هم بیشتری انرژی رو حزب کمونیست کارگری گذاشته واسه کمک به حقوق پناهندگی و کمک به پناهجویان. کادرای اختصاص داده، مثلا همین عبدالله اسدی خودش کادر حزب کمونیست کارگری هستش که تو مسئله حقوق پناهندگی کار میکنه برای دفاع از حقوق پناهندگی. اعضای حزب بیشتر از این احتمالاً درگیر بشن و شاید حزب لازم باشه کادرهای بیشتری را تو این عرصه اختصاص بده و کمک بیشتری به فدراسیون پناهندگان و پناهندگان بشه. خیلی متشکر از شما. من امیدوارم که با اقداماتی که انجام میشه، با کمپین هایی که گذاشته میشه، ما ببینیم گشایش هایی در زندگی پناهجویی در واقع اتفاق افتاده. و باز هم با اسمس های مرتب عبدالله اسدی که ما میبینیم یک خبر خوب، فلانی هم اقامت گرفت، با این صحنه ها بیشتر و بیشتر مواجه باشیم. خسته نباشید بهتون میگم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با عبدالله اسدی و جلیل جلیلی در رابطه با قرار حمایت از مبارزات پناهندگان و برای حقوق پناهندگی که در طی قراری در کنگره 12 حزب کمونیست کارگری به تصویب رسید. امیدوارم این بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزومندیم. شب و روزتون بخیر.